عزیزان بدم که این دو سه روزه چه اتفاقی افتاده. ما حدود شاید دو هفته هست که با فیلمی تحت عنوان قصه های هزار یک روز که ساخته دکتر حبیب احمدزاده است که در اون جز بحث صلح هیچ چیز دیگری نیست، فیلم کاملا مستنده و کلیه فعالیت های بشر دوستانه و کارهای اجتماعی که تو این طول 10 سال گذشته انجام شده، با این فیلم آمدیم به آمریکا، اون هم به دعوت کد پینگ یا به روایتی گروه های صلح طلب آمریکایی، که این فیلم رو در شهرهای مختلف نمایش بدیم. و این اتفاق افتاد، اتفاق خوبی هم افتاد. خارجی آمدن دیدن، امریکایی آمدن دیدن، ایرانی آمدن دیدن و نقطه نظرشون رو گفتن. من حسل مجموع اتفاقای خوبی بود، عکس العمل خوبی نشان دادن. اما تو دو تا مجلس واقعا اتفاقی که نباید افتاد، اون هم 5-6 نفر آدمی که با پرچم‌های خودشون دم سینما ها آمدن و مانع ورود آدم ها شدن به سینما، یعنی از مردم میخواستن که آقا شما نرید این فیلم رو ببینید. و بالاخره اونا هم خب بالاخره آدم هایی هستن که میتونن خودشون تصمیم بگیرن که بیان یا نیان. و وقتی مواجه میشدن با مخالفت آدم ها، شروع میکردن با فحاشی، اونم نه فحاشی ساده، فحاشی ناموسی، یعنی آدم ها به خانواده شون دارن میان اونجا و فحاشی ناموسی میدادن، فحاشی رکیک، حتاکی و مانع ورود آدم ها به سینما میشدن. و حتی ما ازشون دعوت میکردیم که آقا بیاید شما بشینید فیلمو ببینید. انقدر صدای اینا بالا بود که شاید صدای ما رو نمیشنیدن و مدعی بودن که ما در واقع زبان 80 میلیون آدم هستیم. من میگم کدوم 80 میلیونی که ما جز شهروندش هستیم و از اونجا از نزد اونا در واقع میایم به این مملکت. و حتی در واقع تمام هم نمیشه، بلند میشید میاد توی یک شهر دیگری با یه مسافت طولانی، دوباره با همون وضعیت، همون تعداد آدم، همون پرچم، همون فحاشی، همون فحاشی ناموسی وارد سینما میشید. حتی از این عزیزان خواستم که آقا صداتون رو بیارید پایین، ما هم میشینیم صحبت بکنیم، به خدا ما صد داریم که برای اینکه بشینیم با هم گفتگو بکنیم. بعد شما سوالی از ما میکنید، جوابی از ما میخواید که اون نیاز به توضیح زیادی داره، من نمیتونم اون رو تستی جواب بدم، شاید هم اصلا من لازم نیست اصلا پاسخ سوال شما رو بدم، این سوال شما رو بدم. من به هدف دیگه ای آمدم، من با هدف صلح آمدم اینجا، من با هدفی آمدم که در کنار هم بشینیم در واقع فیلمی رو ببینیم که پیامش پیام صلحه. پروفسور فرایلینگر از اتریش، خانم سویا از آسیا، سالیان سال در واقع اینا فعالیت کردن و ما هم از خاورمیانه. یک مثلث صلحی تشکیل شده که پیام خوبی داره، بتونیم به تمام مردم در واقع نشون بدیم که آقا صلح چیز خوبی است، جنگ ویرانگره. و خب مواجه میشیم با این صحنه، حتی پلیس حضور پیدا میکنه و حرفای بنده رو میشنوه، حرفایشون هم میشنوه و در واقع اونها رو محکوم میکنه که آقا شما حق ندارید ورود بکنید به این شکل، از یه شهر دیگه بدو دوباره تعقیب بکنید و در واقع اینها رو به اصطلاح از آرامششون رو بگیرید و مردم رو نذارید برن سینما. شما خب میتونید نیاد اصلا. و چرا فحاشی واقعا؟ چرا حتی کی؟ چرا حرفهایی که واقعا شایسته که آدم نیست؟ شما که میگید مثلا در مهد آزادی داری زندگی میکنید، در مملکتی که آزادی بیان هست، آیا آزادی بیان فقط لعن این چنینی نیست که به اصطلاح شروع کنید آنچه که فحاشی و توهین به ناموس مردم بکنید؟ من فکر نمی کنم این خوشایند خانواده ها و عزیزان هموطنی باشه که تو این سینما حضور بدن.